بلوکی که دیگه میره برای زیرگیری اقام میکنه مچه بای حریف رو میگیره میتابوندش همونطور که میبینه چی بگم ولی تراینگل چوکو میخواد بگیره و تراینگل رو قفل میکنه خیلی شبیه به صحنه ای هستش که در آخرین بازی دیدین جاستین گیجی دقیقا به همین صورت چوک شد و خفه شد همونطور که مشاهده میکنید اینجا بسیار 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 جوون هستش و میخواد اولین مسابقه MMA خودش رو انجام بده همونطور که میبینید لباسش رو در میاره و آماده میشه که وارد رینگ بشه برای اولین مبارزه MMA خودش شاید اینجا هیچ وقت فکر نمیکرد که بهترین فایتر تاریخ بشه شاید هم مثل خیلی از آدمهای موفق مطمئن بود که یه روزی بهترین فایتر تاریخ خواهد شد میریم براتون یک گزارش ریزی داشته باشیم این بازی رو یا به قول خیلی از دوستان مبارزه رو میریم سخن رو کوتاه کنیم و مبارزه رو براتون گزارش کنیم اینجا حبیب داره حریفش رو میسنجه مثل تمام فایت های MMA اول بازی هم دیگر رو میسنجن حریفش یه لوکیک میزنه و حبیب چون کشتیگیر قدیم بوده و از کودکی کشتی میگرفته دنبال فرصتی هست که بتونه فنون کشتی خودش استفاده کنه ولی حریفش هم بسیار بسیار آلرت و آگاه از این موضوع یه دونه هوک محکم میخواست بزنه که نمیشینه روی صورت حریف با دست چپ میخواست هوک بزنه که البته یه لوکیک خورد باز هم دیگر رو دارن میسنجن در میانه یه رینگ همونطور که میبینید اولین مبارزه خیلی حساسه به خاطر اینکه عیار طرف مشخص میشه حریفش میخواد نزدیک بشه بهش حبیب با یک اعتماد به نفس خاص یه لوکیک محکم دیگه هم میخوره همونطور که میبینید یه لوکیک دیگه حریفش هی داره لوکیک میزنه به حبیب اینجا چیکار میخواد انجام بده یه لوکی که دیگه میره برای زیرگیری اقدام میکنه مچه پای حریف رو میگیره میتابونتش همونطور که میبینید میاد تو ساید پوزیشن چقدر عالی و زیبا این کار رو انجام میده و سریع میاد تو مانف پوزیشن برتر خیلی 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 این صحنه‌هایی که داریم میبینید رو دقت کنید این صحنه‌ها شبیه به صحنه‌هایی هست که در آخری مبارزش به وجود اومد پارو میبینید میخواد که قلاب بکنه دو تا ضربه میزنه توی سر حریف برای اینکه دستاشو حریف بل کنه یک آرنج هم میزنه ببینید برای اینکه حریفش قلاب کرده دستشو فشار زیادی رو تحمل میکنه حریفش دستو میزنه میره برای اینکه آرمبار بکنه همونو سویچ میکنه رو تراینگل چوکو صفر میکنه حالا خیلی از دوستان میگن فارسی بگو من نمیدونم بگم مثلث خفه چی بگم ولی تراینگل چوکو میخواد بگیره و تراینگل رو قفل میکنه خیلی شبیه به صحنه ای هستش که در آخرین بازی دیدین جاستین گیجی دقیقاً به همین صورت چوک شد و خفه شد همین حریفش هم به همین صورت و 20 ثانیه اینا تقریبا بیهوش میشن به علت اینکه اکسیژن به مغزشون نرسیده و بعد از لحظاتی به علت اینکه ول کرده حریف رو اکسیژن برمیگرده و حریف میتونه به حالت عادیش برگرده اما همونطور که مشاهده میکنید این صحنه ها دقیقا عین مبارزه آخری هستش که حبیب انجام داد این براتون عجیب نیست اولین مبارزه بهترین فایتر تاریخ دقیقاً شبیه به آخرین مبارزش هست. همونطور که میبینید حریفش هنوز به هوش نیومده یواش یواش به هوش میاد مربیاش میان بالای سرش و اینجاست که میبینید دست حبیب بالا میره به عنوان برنده همدیگر رو بغل میکنن چه صحنه زیبایی میبینید که حریف رو بلند میکنه و میره از مربی هم تشکر میکنه خیلی اخلاق خوبی داره حبیب و به هر حال از مسلمانان خوب داغستان از فایتر بسیار خوبیه کشتیگیر عالیه و این هم اولین مبارزش بود که برای شما به نمایش گذاشتیم ممنونم از این برنامه ها براتون زیاد داریم ولی لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و به دیگر دوستانتون هم پیشنهاد کنید همونطور که میدونید یکی از بهترین فایترهای UFC و MMA حبیب هستش ولی این رو نمیدونستین که فایت اول اون خیلی 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 شبیه بود به فایت آخر اون میریم یه معرفی کوتاهی داشته باشیم از حبیب نور محمدوف یا حبیب نور ماگمادوف ولی باید بدونید اسم کاملش حبیب عبدالمنافویچ نور ماگمادوف هست زاده 20 سپتامبر 1988
فایتر مبارز ترکیبی حرفه‌ای یا مبارز MMA و از قهرمانان سبک وزن مسابقات UFC هستش. او از آواره های مسلمان داغستان روسیه و نخستین مسلمان قهرمان مسابقات UFC هستش. از وی به عنوان مبارز شکست ناپذیر و یکی از بهترین مبارزان رزمی تاریخ یاد میشه. نور محمدوف در 7 اکتبر 2018 با پیروزی بر کانر مکگرگر قهرمان سرشناس UFC تونست از عنوان قهرمانی خود دفاع کنه. پس از کسب 29 برد در رقابت حرفه‌ای که در برابر جاستین گیجی در رقابت UFC 254 داشت، با دفاع مجدد خود از اون قهرمانی به خاطر مرگ پدرش از رقابت‌ها خداحافظی کرد. و در نهایت میریم که یک سری از صحنه‌های زیبا رو هم براتون به نمایش بذاریم از کشتی و تمرینات قدیم حبیب. یکی از سبک‌های رزمی به نام سامبو هستش. سامبو توسط روسیه ساخته شده، برای ارتش روسیه هست، به خاطر اینکه بتونن نیروی دفاعی و حتی بعضی وقتا نیروی حمله ایشون رو بالا ببرن. ولی این سبک یه جورایی مثل کشتی خودمونه، یعنی مثلا تلفیقی از جودو، کشتی آزاد و کشتی فرهنگی خودمونه. حبیب یا بعضیا بهش میگن خبیب، البته درستش حبیبه، این سبک سامبو رو داره. خیلی مبارزات زیادی در داغستان انجام داده، اما سبکشو میگه سامبوه. ولی کلن کشتی کار میکنه. بریم یکی از مبارزه های حبیب رو ببینیم که با لباس سامبوه ولی کاملا داره MMA کار میکنه در تشک کشتی، یعنی یه آش شعله قلم کار. همونطور که مشاهده میکنید اینجا میخواد مبارزه شروع شه. این فیلم ها دست هر کسی نیستش ها، اینا رو فقط اینجا میتونید ببینید. حبیب در مقابل یکی از فایترهایی که سامبو کار میکنه که زیادم مشهور نیست، ولی اصولا وقتی که شما یه مبارز خیلی خوبی هستی طرف صدش رو میذاره جلوشون، 100% میخواد بذاره که حبیب رو شکست بده، کاملا با لباس های سامبو، ولی مبارزه MMA هستش. حبیب با لباس آبی در مقابل حلیفش داور شروع میکنه، میگه دست هم میدن و میگه بازی شروع بشه. همونطور که مشاهده میکنید همدیگر رو دارن میسنجن، یه لوکیک محکم رو به حبیب میزنه. حبیب
دور میچرخه. هم دیگه رو دارم میسنجن. البته زمین شبیه زمین کشتی دایره نیست. هم دیگه رو دارن میسنجن. لباس های سامبو اما MMA. یه دونه های کیک میخواد بزنه که حبیب فرار میکنه. حبیب داره نزدیکش میکنه. نوع راه رفتنش عین فدور امیلیانکوه. اونم سامبو کار میکنه. میخواد لو کیک بزنه که زیرگیری میخواد اقدام بکنه. همونو میتوانتش. میاد در خاک. بله. حبیب رو میاره در خاک و ضربات پیاپی رو به حبیب داره میزنه حریفش. حبیب ببینید چقدر اینجا ترانزیشن میکنه. چقدر قشنگ با پا حریف رو سویچ میکنه و جاشون عوض میشه. یعنی از یه پوزیشن بد میاد یه پوزیشن برتر برای حبیب. حبیب کارش اینه. ببینید چقدر قشنگ ترانزیشن میکنه تو سایت پوزیشن. میاد بغل. میخواد حریف رو سابمیشن کنه. میخواد آرم تراینگل بکنه. چه کاری میخواد بکنه؟ فعلا نگرش داشته. میبینید حریف رو نگه داشته. حریف پاشو گذاشته روی پاش که نتونه بیاد تو منف پوزیشن. چون به سرعت میاد در منف پوزیشن. اینجا میاد دوباره بتابونه. ولی میچرخه. زانو رو میذاره روی شکم حریف. میاد تو مایه کروسفیکس رو میخواد بگیره. چون دوتا ضربه زد با زانو فشاری رو میاره. روی حریف بله مایه کروسفیکس رو اینجا میتونه قفل بکنه. با پاش دست رو قفل کرده. با اون یکی دستم این یکی دست حریف رو گرفته. کروسفیکس دوستان به انگلیسی معنی صلیب رو میده. خارج میشه. اینجا دوباره میگیره. ببینید اینجا گرفت. کروسفیکس رو قرص و محکم گرفته. ضربات خوبی رو داره میزنه به صورت حریفش. اینجا میبینید که کروسفیکس کاملا دست حریف مهار شده و از اونورم دستش رو با اون یکی دستش گرفته. یه دستش با پا، یه دستش با دست. ضربات پیاپی با دست چپ به صورت حریفی که دفاعی نمیتونه بکنه. میخواد بتابونتش، بندازتش بالا. حالت پول زدن در کشتی ولی نمیتونه. از کروسفیکس خارج میشه. خبیب ضربات پیاپی رو وارد میکنه. من هم بعضی وقتا میگم خبیب ولی حبیب درسته. کروسفیکس رو قرص رو محکم گرفته. اینجا ضربات پیاپی محکمی رو به صورت وارد میکنه. حریفش چقدر داره ضربه میخوره. ببینید زانو رو میذاره روی شکم فشار میده. حریفش خودش رو خارج میکنه چون دردناکه اون زانو. باز کروسفیکس رو قفل میکنه. میخواد بچرخونه که بتابونه حریف رو که نمیتونه. اینجا ضربات محکمتری رو داره خبیب میزنه. ببینید دامنه حرکت بیشتره و بیهوش شد. بیهوش شد. اینجا تمومه. بله تموم میکنه. تموم میکنه. برای لحظه ای ناکاوت شد و مبارزه رو تموم کرد حبیب. ببینید به چه قدرتی این کار رو انجام داد. کجای این سامبو بود؟ لباس ها سامبو بود. کشتیش که کشتی خودمون بود، هم کشتی آزاد و کشتی فرنگی، یا بالا لباسشون هم شبیه به لباس جدوه، ولی اسمش رو گذاشتن سامبو. اینجا که کاملا MMA بود. قدرت حبیب رو دیدید. قدرت حبیب رو دیدید. چقدر زیبا ترانزیشن کرد. حتی وقتی که زدن زمین چجوری سویچ کرد. حریفش هم ببینید نابود شده و هیچ کاری نمیتونه بکنه. این هم یک جورایی گزارش بود و یه توضیح در مورد سامبو، یه بازی باحال از حبیب. ما رو دنبال بکنید، سابسکرایب کنید ما رو. هر چقدر انرژی به ما بیشتر بدید، ما میتونیم با انرژی بیشتری برای شما این موارد رو بذاریم. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردیم. خدا نگهدار.